با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود و وقت بخیر دارم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جایی هستین حالتون خوب باشه و ممنون و متشکرم که با نظرها و پیشنهادها و انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی میکنین. دوستان، مثل اینکه یه خبر خیلی خیلی فوری و داغ داریم، درگیری‌های بسیار شدید در مناطق مرزی ایران و افغانستان. همین چند دقیقه پیش اکثر کانال‌های خبری مدعی درگیری و تنش در مناطق مرزی کشور شدند. بعد از این اخبار که به سرعت هم داره دست به دست میشه، تسنیم نوشت رسانه‌های محلی افغانستان از درگیری در مرز مشترک با ایران خبر دادن و اعلام کردن که این درگیری در منطقه ماککی ولسوالی کنگ ولایت نیمروز بین نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی رخ داده است. این کلیپ اولین تصاویر از درگیری نیروهای مرزبانی ایران و طالبان در نوار مرزی هست که گفته شده این درگیری لحظاتی پیش در قریه وکیل ولسوالی کنگ ولایت نیمروز رخ داده و تا حالا هم جریان داره. یک لگه تا قبرستانه تیراندازی یک. به گفته منابع محلی درگیری از صبح امروز شروع شد و همچنان ادامه داره و اسلحه‌های سنگین و خمپاره هم استفاده میشه. همچنین مردم در روستاهای ساسولی، ماککی و حاتم در مناطق مرزی منازلشون رو تخلیه کردن. از تلفات احتمالی این درگیری هم تا این لحظه هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست. برخی منابع محلی هم گفتن که نیروهای طالبان برخی پاسگاه‌های مرزی ایران رو تصرف کردن که این ادعا کاملا از طرف مقامات ایران و منابع محلی در این طرف مرز رد شده. این هم تصاویری که همین الان در حال انتشار هست. ایش انتا شیلگو کتا اوان لگت ایش انتا شیلگو کتا اوان لگت ایش انتا شیلگو کتا ایش انتا شیلگو کتا نوری جرشاشی ایش انتا شیلگو کتا در همین راستا منابع خبری گفتن که در پی این درگیری ها توپخانه ایران فعال شده و چند راکت هم به شهر زرنج اصابت کرده. برخی دیگر از کاربران فضای مجازی که مدعی شدن در زاهدان حضور دارن نوشتن که پهپادهای ایرانی از پایگاه شهید علی عربی شهر زاهدان به سمت مرز به پرواز در اومدن و در حال گشت‌زنی هوایی بر نوار مرزی هستند. خب در مورد علت این درگیری ها دو مورد وجود داره دوستان، یا کشمکش ها بر سر آب هیرمند که چند روزی هست تنش بر سر این موضوع وجود داره، یا این درگیری ها ربط داره به احداث دیوار مرزی که این احتمال هم قوی تره. همونطور که میدونین ایران قصد داره برای جلوگیری از ورود تسلیحات و مواد مخدر دیوار مرزی بکشه و طالبان این اجازه رو نمیده و خواستار مذاکره در این مورد شده. با تمام اینها باید بگم که اینها احتمالات هست و تو از طرف مقامات رسمی تایید نشه به طور قطع نمیشه چیزی گفت. اینم ویدیوی دیگری از تداوم درگیری شدید مسلحانه و تبادل آتش سنگین بین نیروهای طالبان و ایران در مناطق مرزی کنگ ولایت نیمروز. و این هم آخرین ویدیویی هست که تا این لحظه منتشر شده دوستان. به خدا طبیعت در بکتونین جتن جتنی منزلات ما این بگل سه چار دانه اینکی جم. خب جزئیات دیگه‌ای در دسترس نیست. تو ویدیوهای بعدی حتما در مورد جزئیات این درگیری صحبت خواهیم کرد. اما حالا و در ادامه بریم یه سری هم بزنیم به اون جماعت که بدجوری سوژه شدن. حیف آدم اعترافات اینا رو ببینه و از کنارش به سادگی رد بشه. اول از همه این ویدیو رو ببینین. گزارش بی بی سی فارسی از چند دستگی مخالفان جمهوری اسلامی ایران. قبلش به خاطر صحبت‌ها و مواردی که در این ویدیو گفته میشه ازتون عذرخواهی می‌کنم. مخالفان جمهوری اسلامی دچار چند دستگی و اختلافات جدی با همند. یک گروه دیگری را به فاشیسم متهم می کند و طرف دیگر گروه مقابل را به تروریسم و تجزیه طلبی. این هفته در لندن اتفاقی در یکی از این تجمعات افتاد که به شدت واکنش برانگیز شد. تو هم بودی تو را من گشتم شانس آورد تو وقتی از دهنش خورد در مورد شاهزاده رضا پهلوی که انگوش گرمسری باید چون کنم کاش تو هم همون بخوری بعد ببین چوب میکنم یا نه. تعرض جنسی هم صورت گرفت؟ بله. چند بار؟ هفت بار صورت گرفت. شش بار تو اون محل، یک بارم وقتی داشتیم میومدیم به سمت مترو تو خیابون و همراه دوستانم، دوباره تکرار شروع، بلافاصله فرار کرد. فحش بود، درگیری فیزیکی در بعضی از جاها بود، زد و خورد بود، ولی بیشتر فحش‌های رکیک بود و میگم برخورد فیزیکی با هم دیگه داشتن. بحث این هستش که این باعث از هم پاشیدگی مخالفان خارج از کشور شده. همین فضا باعث شده که گروهی که با هم به هر حال یه ائتلافی رو تشکیل داده بودن
از هم بپاشه. این اتفاق بیش از 14 ساله که خانم قاضی‌زاده داره اتفاق میفته. ترول شدن مخالفان جمهوری اسلامی محدود به اتفاقی که برای آقای هالو افتاد یا محدود به فحش‌هایی که خانم یاسمین پهلوی دریافت کردن نیست. این اتفاقیه که سالهاست، دهه هاست داره اتفاق داره رخ میده. این رو من فقط هم محدود به آقای رضا پهلوی نمیبینم. بعد از نشست جورج تاون، دقیقا دو روز بعد از نشست جورج تاون، اتفاقی که افتاد این بود که طرفداران گروه های چهره های سرشناس وارد فضای اینترنت شدن و دقیقا کلاشینکوف به دست تک تک کسانی که منتقدان مستقل بودن و کارشون همونطور که آقای هالو در همین گزارش هم اشاره کردن این بود که فقط نقد میکردن، سوال میکردن، تک تک اینها رو به وحشیانه ترین شکل ممکن از صحنه حذف کردن. آقای رضا پهلوی آمالش دیکتاتوری گذشته است، کوچکترین انتقاد جدی نسبت به نظام پادشاهی گذشته ندارد و تمام این گروه راست افراطی سلطنت آماجش آن گذشته. بنابراین شما وقتی که در بحث‌های کلیدی ترامپیسمی که آقای پهلوی نمایندگی می‌کنن و هوادارانشون یکیست، اصولاً اینکه خود آقای رضا پهلوی میرن با نماینده پارلمانی راست نجات پرست در نماینده پارلمانی سوئد در خود بلژیک با اون و نماینده پارلمانی حزب راست افراطی بلژیک میشینن، یعنی گرایش سیاسی خودشون رو به نمایش میدن. یعنی هرچی فکر میکنم در مورد این حجم از رسوایی چی بگم واقعا نمیتونم. دوستان دارن اشاره میکنن که یک کلیپ جدید در مورد لیدرشون قومی کلاه در حال انتشاره که عنوانش افشاگری وکیل ایرانی از دزدی 700 میلیون دلاری علی نژاد از پولهای ایرانیان با توسل به دروغ هست. بریم با هم دیگه ببینیم. این پرونده خانوم علی نژاد علیه جمهوری اسلامی ایران فقط نیست، علیه ایرانه. این خیلی مهمه. این پول نسل‌های آینده ایرانه، این اموال بچه‌های ایرانه، این پولی هستش که باید زیرساخت‌های ایران باش ساخته بشه. اونجا در ضمن یک صنعتی هم برای خودش راه افتاده بود به عنوان متخصصین تروریسم و متخصصین نقض حقوق بشر در ایران که بیان در دادگاه اونجا نظر بدن. همین موقع که این پرونده ها داشت میرفت، شما نگین هر کسی که در خاورمیانه به هر صورتی از اقوامش صدمه دیده بودن راه دادگاه رو پیدا کرده علیه جمهوری اسلامی. این وسط خانم علی نژاد وقت و غنیمت شمردن و به دادگاه اومدن. هر ایرانی باید خونش به جوش بیاد که اینجوری دارن رفتار میکنن بیشرفا. خانم علی نژاد من پروندهشون رو خوندم و تو اون پرونده دیدم که ایشون نوشتن که من برادرم رو گرفتن، ناراحتم، چی هستم 700 میلیون دلار میخوام. خانم علی نژاد، برادر شما یک سال زندان بوده، زندانی هم بوده که تا اومد بیرون براش قرفه گذاشتن که فیلماشو کتابشو پخش. آخه از کجا 700 میلیون؟ خجالت نمی کشن آخه. حالا این به کنار، ایشون آقای هومن فخیمی وکیل دادگاه های آمریکا و تحلیلگر سیاسی هست که این حرفا رو میزنه و مجری هم که معرف حضورتون هست نیازی به معرفی ندارن. ادامه صحبت هاشون رو هم با هم دیگه بشنویم. من وقتی پرونده رو خوندم دیدم ایشون در آگست 21 2021 ادعا کرده که برادر من در زندانه و واسه 6 سال دیگه در زندان خواهد بود. برادر ایشون یک هفته قبل از روزی که ایشون این مدرک رو امضا کرد، این شهادت دروغ داد، آزاد شده بوده. ایشون نه تنها آزاد شده بود، خود سرکار خانوم عکس برادرشون رو گذاشته بودن تو توییتر. یک هفته بعد رفتن مدرکی رو امضا کردن که آقای قاضی، برادر من در زندانه، من تا شب خوابم نمیبره. و متخصصین و کارشناسانشون هم خانوم رویا حکاکیان که معرف حضور همه هست، خانوم مهرنگیز کار، میدونید که ایشون آزاد شده بوده. چرا این کارو میکنید؟ اینا اموال ایرانه
و این اموال ایران هست، اموال عمومی ملت ایران هست. البته که دوستان همه این موارد رو میدونن، ولی بفرستین واسه دوست و رفقاتون این کلیپ رو تا بدونن با چه کسایی واقعا طرفیم، چه موجوداتی چه جوری دارن از خون این ملت نون میخورن. خیلی ممنون و متشکرم که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه دوستان عزیز، و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.